یکی از چیزایی رو که من طبعا باهاش عزیزان شکایت میکنن این هستش که وقت مشاوره زنگ میزنن که بگیرن، میخوام بهتون بگم که واقعا ما وقت مشاوره نه که نمیخوایم به شما بدیم، چون یه خانمی به من شکایت کرده بودن، ایمیل فرستاده بودن که شما چرا وقت مشاوره ما زنگ میزنیم، دو ماه دیگه است، ما از خدامونه که وقت مشاوره داشته باشیم بهتون بدیم و طور خدا با اعضای دفتر منم دعوا نکنین، وقت نیست، اگر بود که از خدامون بود که بهتون بدیم. این یکی بود. دومیش هم این بود که خیلی از عزیزان بر این باور هستن که حالا از طریق ایمیل یا فیسبوک یا حتی تلفن هایی که اینجا میشه ما میتونیم روان درمانی رو انجام بدیم، یا روان درمانی به این میگن، چون من خیلی ها میبینم میگن که ما وای نمیدونین چقدر برنامه های تلویزیونی تون یا فیسبوکتون یا یوتیوبتون یا اینستاگرامتون زندگی منو نجات داده. خیلی خوشحالم اگر که اطلاعاتی رو که ما از طریق این برنامه ها به دست شما میرسونیم تونسته فکر شما رو باز بکنه یا کمکی به شما بکنه، ولی میخوام بهتون بگم بر این اشتباه نباشید که کارگاه ها جاییه که ما شما نشستین داریم بهتون نوت میدیم، درست مثل پای تلویزیون یا توی سمینارها، حتی اصلا و ابدا هیچ دخلی به هم دیگه نداره. شما توی کارگاه عملا اسمش رو خودشه، ورکشاپ، کارگاه، یعنی شما دارید کار میکنید توی کارگاه، تمام درس های کارگاه تجربی هن. مثل این میمونه که یک کسی یک کتابی به شما بده، به شما بگه چجوری خونه درست کنید. فرق کارگاه با اون کتابی که یکی به دستون میده یا برنامه های رادیو یا برنامه های تلویزیون یا سمینار های ما این هستش که شما اون کتابو که میخونین اطلاعات به دست میارین، ولی وقتی میایین توی کارگاه ما چکش و میخ و آهن و بتون و سیمان و همه اینا رو میدیم دستتون و بهتون عملا نشون میدیم چجوری این خونه رو بسازین، اشتباهایی رو که در ساختن این خونه انجام میدین بهتون نشون میدیم، چندین و چند بار باهاتون مرور میکنیم، تمرین میکنیم. عملا شما وقتی از اونجا میایید بیرون ساختن خونه رو یاد گرفتید. بنابراین خیلی فرق میکنه با اینکه میری سر کلاس درس میشینید و یه نفر به شما نوت میده راجع به ساختن یه خونه. فرق این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نگیرین. کارگاه نه سمیناره، نه تلویزیونه، نه مشاوره تلفنیه، هیچ کدوم از اینا نیست. چون خیلی از آدم ها من زنگ میزنم میگن خانم دکتر مشکل ما رو میتونین توی یه ساعت حل بکنی؟ مطلقا نه، مطلقا مشاوره تلفنی یا حضوری حتی کاری رو نمیتونه بکنه که من تو سه روز حضوراً عملا میتونم با شما انجام بدم، در گروه میتونم باتون انجام بدم. اصلا دست کم نگیرید قدرت تحولی رو که یه گروه به وجود میاره تا اینکه شما گرفتین تو دفتر من روی مبل نشستی برای یک ساعت. اینو خواستم توضیح بدم چون خیلی ها به من میگن که من بهشون کمک کردم، من خیلی خوشحالم بهتون کمک کردم. این رو هم بگم همین الان که من و خانم نیلا که کارفرمای کارگاه های ما در لس آنجلس هستن اینجا نشستیم، من دارم با تو صحبت میکنم، میتونن به شما اینو بگن کارگاه لس آنجلس ما همین الان هم جا نداریم. خب همین الان من دیروز به نیلام گفتم واسه چی نم آدم ثبت نام کردم، ما جا برای این هم آدم نداریم، واقعا جامون کوچیکه. خب ولی خب اینقدر آدمایی هستن که از همه جای دنیا دارن همین الان میان لس آنجلس و خب ما هم خوشحالیم که دارن میان، ولی اینجوری نیستش که داریم تبلیغ کارگاه رو میکنیم. کارگاه ایروان تا اونجایی که من میدونم الان 120 نفر اینطورا ثبت نام کردن، اونجا هم کاملا ظرفیت تکمیله و پره. درسته که ما تا 200-250 نفرم ظرفیت داشتیم تا حالا برای کارگاه های ایروان، ولی بعد راستش رو بگیم که ما به 120 نفر خیلی هم راضی هستیم، تکمیل هستیم. بنابراین این تبلیغی نیست. کارگاه اروپا همینطور، کارگاه قبلی ما 100 خورده نفر تو شرکت کردن، کارگاه تورانتو همینطور، واو تورانتو 60 نفر بودن، خیلی هم راضی بودیم، خیلی هم خوشحال بودیم. بنابراین این کمبود شرکت کننده در کارگاه ها نیستش اگه ما تبلیغی میکنیم یا حرفی میزنیم. شما چیزی از خودتون بخواین در مورد تجربه کارگاه بگین یا بدونن که چه چیزی رو میتونه دستاوردشون باشه، چون خیلی ها فکر میکنن خب من یه پولی میدم یه مشاوره 50 دقیقه ای میگیرم، چون خودتون این کار کردی. بله حتما.
خیلی ممنون که این بحث رو کردین. خیلی سوال زنگ میزنن به ما میگن ما مشاوره خصوصی بگیریم یا بریم چی کار بکنیم، که ما بهشون میگیم مشاوره خصوصی با شما که واقعا فوق العاده است، ولی خب کارگاه مثل این میمونه که دقیقاً برین پیش یک متخصص تغذیه که به شما یه رژیم خیلی عالی بده و شما برین اینو اجرا بکنین تو زندگیتون، یا اینکه برین یه جا سه روز این رو کلا تمرین بکنین، هم رو بدنتون کار بکنین هم رو غذایی که میخورین. یعنی کارگاه عملا اثری رو تو همون سه روز روی آدم ها میذاره. مثلا یکی از عشقای من که توی کارگاه بیام کمک بکنم اینه که اون چهره آدم ها که عوض میشه رو بتونم ببینم، چون یه دفعه انگار همه این درد و ناراحتی رو بعد از شب دوم دیگه شب سوم ازشون کاملا میاد بیرون و این شونه هاشون راست میشه، چهره شون صورتی تر میشه، خاکستریش میره. و یکی از عشقای من اینه که من اون قیافه رو ببینم روز سوم دقیقاً اون قیافه رو ببینم. ولی خب متوجهم هستم که عزیزان براشون غیر قابل باور شاید باشه که چه سه روز ممکنه سه روز ما بریم یه جا چی کار مگه قرار بکنیم که قرار این اتفاق بیفته. و میتونم بهتون بگم من خودم جلسه اول دقیقا نمیدونستم چه اتفاقی برای من افتاد توی کارگاه، فقط اثراتش رو بعدا میدیدم. اینکه معده درد من خوب شد، من همیشه بعد تو خونه شیشه شیشه عرق نعناز همدان میآوردیم که من داشته باشم برای معده دردم. توی کیفم همیشه قرص سردرد داشتم که من میگرن میگیرم و همه اینا خوب شد. من نمیفهمیدم چه شکلی و بعدن که اومدم بیشتر با شما کنار شما بودم یاد گرفتم، متوجه شدم که چه اتفاقی برای آدم توی سه روز میفته. برای همین حق میدم به عزیزان، ولی از همه میخوام که اعتماد بکنین. این همه پول خرج میکنین برای سفر، این همه پول خرج میکنین برای کیف و کفش و چیزایی که فکر میکنین خوشحالتون میکنه. یه بار برای سه روز پولو بذارین کنار ببینین شاید این سه روز خوشحالتون کرد. بعد یکی از صحبتایی که یکی از عزیزان با من میکردن این بود که من میرم یوگا درست شبیه اینه، یا من میرم میدونی میخوام بهتون بگم تعریف ما ایرونیا چیزی رو که مال خودمونه همیشه فکر میکنیم مال غریبه یا مال یه کس دیگه ای که آمریکایی از مال ما بهتره. من میخوام واقعا اینو از من نن که به عنوان کسی که کارگاه رو رهبری میکنم و یا طراحی کردم، میخوام بهتون بگم از تمام کارگاه های آمریکایی و خارجی و سراسر دنیا اگر برین، تأثیر که این کارگاه رو تو میذاره، همین الان ما نگاه میکنیم میبینیم کارگاه های از 3,000 دلاره 5,000 دلاره آدم ها میدن میرن، فکر میکنن که نمیدونم mastery of mind, mastery of life, master your life، نمیدونم اینا، این همه میرین پول میدین. ولی میخوام بهتون بگم کار روان درمانی خود اون کسایی که این کارگاه ها رو هدایت میکنن، به شما میگم من روانشناس نیستم، ولی من به تو میگم من روانشناس هستم، من میدونم دارم چی کار میکنم. اون کارگاهی رو که من دارم هدایت میکنم علم روانشناسی داره توش پیاده میشه و دردای عمیق شما که سالهای سال با خودتون اینور اونور بردین رو ما بیرون میکشیم و پاک میکنیم و به طور واقعی تأثیر گذاره. ولی بعد خودتون هم حاضر باشین 100%تون رو در کارگاه بگذاری و بخواین که این کارگاه روتون تأثیر بکنه. اگه با شک و تردید و نمیدونم و یکی دیگه اسم منو نوشته بیاین کار نمیکنه. یه توضیح دیگه هم باید بدم، ما شاید هزاران هزار فارغ التحصیل زن داریم در مقایسه با شاید 1,000-2,000-3,000 شاید فارغ التحصیل مرد، و این عدم توازن بین لشکر بزرگی از زنان ایرانی که حاضرن خودشون رو خوب کنن، زندگیاشون رو خوب کنن، خودشون رو سالم کنن، روابطشون رو سالم کنن، به عشق برسن، به کمال برسن، به خوشحالی برسن، به شادی برسن، مردای ما عقبن. یعنی واقعا من نگاه میکنم میبینم مردان ما حتی اگرم یه کتابی میخونن یا یه برنامه نگاه میکنن شرم دارن از اینی که کمک بگیرن یا قبول بکنن که کمک لازم دارن، یا اینکه بپذیرن که زندگیشون کار نمیکنه، یا بپذیرن که پول جوابشون رو نمیده، یا اینکه بپذیرن که این همه از این رابطه به اون رابطه، از این رابطه به اون رابطه، از این شهر به اون شهر، از این مملکت به اون مملکت، دنبال شادی، دنبال خوشحالی، از این بطری به اون کازینو، از اون کازینو به اون پورنو، از اون پورنو، از این زن به اون زن، از این
رابطه به اون رابطه، از این ماشین به اون ماشین، هی تغییراتی رو تو خودشون میدن، فکر میکنن این چیزا خوشحالشون میکنه، یا پول بیشتر یا امکانات بیشتر یا خونه های بیشتر یا زمین های بیشتر. میخوام بهتون بگم هیچ کدوم از اینها شماها رو خوشحالتون نمیکنه. اگه از درون خودتون شاد و خوشحال و سالم نباشید و گذشته های خودتون رو حل نکرده باشید و ندونین که چی از درون داره شما رو نابود میکنه و غرورتون رو کنار بذارین، من منمتون رو کنار بذارین، من میدونم و خودم بلدمتون رو کنار بذارین، شما این همه برای دیگران خرج میکنین، نگین من کمک لازم ندارم، هی مسخره نکنین، هی نگین حالا زنا برن درست بشن ما درست میشیم. مردان ما واقعا در دنیای رشد، در دنیای خودآگاهی، در دنیای پیشرفت عقبن و خواسته قلبی منه که مردان زیادی، به خصوص مردانی که دارای خانواده هستین یا مجرد هستین یا مردانی که از 60 سال به بالا هستین و شما سلسله‌ای به شما به دیده تحسین نگاه میکنه، بیایید و اون سلسله رو نجات بدید، از مریضی‌های روحی روانی عاطفی چندین نسل رو نجات بدید. ممنونم به صحبت من گوش کردین. بازم من میگم این تبلیغ برای کارگاه‌ها نیست، کارگاه‌های ما واقعا پر هستن. البته اینو نمیتونم در مورد کارگاه آقایون بگم، کارگاه آقایون همیشه خیلی به سختی آقایون راضی میشن که بیان و به خودشون کمک کنن و آرزوی من این هستش که کارگاه بعدی ما در لس آنجلس 100 نفر مرد ایرانی درش باشن که بخوان زندگی های خودشون عوض بکنن، خانواده های خودشون نجات بدن، به خودشون کمک بکنن و رهبر جامعه ما باشن تا ما بتونیم بهشون تکیه بکنیم.